рӯзи якшанбе чаҳор шаҳрванди тоҷикистон ки ба қатли даҳо нафар дар як консерт дар канори москав гумонбар буданд расман عیبدار اعلان شدند. کشتار در طالار کراکوس خونین ترین حمله در داخلی روسیه در سال اخیر است. بعد این نشری ویدیوهای بازپرسی برحمانه در شبکه اجتماعی، رسانه های روسیت چهار جوان تاجک را نمایش دادن که با و روی سیاه و ورمیده به دادگاه آورده شدند. یکی هم نیمه بیهوش بود و چشمانش را باز کردن نمی دادگاه مسکو گفت هر چهار نفر فریدونی شمسیدین در ارجان میرزویف سید اکرم رجب زاده و محمد صابر فیزوف به انجام عمل تروریستی متهم دانسته شدند و تا ماه می در بازداشت میمانند و با گفته دادگاه آنها به گناه خیش اقرار کردند روز یکشنبه در روسیه ماتم ملی بود و برای گرامی داشتی خاطر قربانیان حمله پرچم ها را نیم افراشته گذاشتند то рӯзи якшанбе теъдоди қурбониён ба 137 нафар расид бештар аз 100 тани дигар дар шифохона муолиҷа мегиранд ва аҳволи баъзеяшон бисёр бад будааст гурӯҳи ба ном давлати исломӣ масъулияти ҳамларо бардӯш гирифт ва видеои тирандозиро нашр кард ки ба гуфтаи ройтерс воқеист مقامات روسیه گفتند حملوران را رو روز جمعه بعد فرار در نزدیکی مرزی اوکراین دستگیر کردند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که نامید دولت اسلامی را نبرده است اوکراین را در طرح ریزی حمله متهم کرد اوکراین این ادعا را بیاساس نمید. نامید امریکا هم هر گونه دست داشتن اوکراین در حمله را رد کرد و گفت خونریزی کاری دستی دولت اسلامی است حکومت امریکا گفت اولی ما در باره احتمال حمله به روسیه اطلاع داده است و به امریکایی ها هم توصیه داده است که به روسیه نروند ولی مقامات روسیه این گفته ای مقامات آمریکا را بدخشمانه رد کردند و گفتند که مفتشان روس خودشان باید مسئله را تحقیق کنند.